پگاهتان بخیر. بخش دوم برنامه را بیننده هستین. فهیمه اسپینغر، منجم و فیزیکدان و همچنان عضو انجمن نجوم افغانستان حضور دارند و در رابطه با آفتاب گرفتگی و فردا هم قرار است آفتاب گرفته شود و انواع آفتاب گرفتگی و مسائل و موضوعات دیگر صحبت می داشته باشند. همراهی شما را همچنان با برنامه خودتان دیدار صبحانه هم صبح شما بخیر جناب آقای اسپینغر. سلام، صبح شما بخیر. خوب صحبت داشته باشین در رابطه با اینکه خود آفتاب گرفتگی چیست؟ خب آفتاب گرفتگی یک پدیده نجومی است که هنگامی که زمین، مهتاب و آفتاب در یک خط واقع شوند، یک سایه را به روی زمین تشکیل میده. دو نوع سایه، البته یک سایه تاریک که در اوج آفتاب گرفتگی مطلق یا کامل صورت میگیره و یک سایه زمینی که در اوج آفتاب گرفتگی قسمی صورت میگیره تشکیل میشه. و این پدیده است که در یک سال احتمالاً دو بار صورت خواهد گرفت. سالهای هم واقع میشه که سال 5 بار صورت میگیره. مثلا در 5000 سال گذشته 25 سال طوری بود که این آفتاب گرفتگی در او در یک سالش 5 بار صورت گرفته. و یک پدیده بسیار عادی و عام نجومی و آسمانی میدانیم گفته که واقع میشه. دلیل چی بوده که در گذشته ها در طول یک سال حتی 5 بار و 4 بار اتفاق میفتاده؟ خب حرکت دورانی مهتاب به دور زمین و حرکت دورانی زمین به دور آفتاب در یک صفحه نمی باشه. بعضی وقت طور واقع میشه که اینا در یک سال 5 بار واقع شود. یعنی اگر قرار باشه که هر زمین در اگر در یک صفحه تشکیل میشدن در خط مستقیم باید هر ماه یک بار اتفاق میافتاد آفتاب گرفتگی، چون حرکت مهتاب به دور زمین با کم ذره در تفاوت درجه ها در دوران است، بنان هر ماه صورت نمیگیره. بعضی وقتا به اساس تکمیل حرکتاش طوری واقع میشه که این آفتاب گرفتگی سال 5 بار هم صورت بگیره و یک حادثه بسیار عام و عادی طبیعی است. یعنی احتمال خطر نیست؟ قطعا یک مسئله است که ما در جریان آفتاب گرفتگی باید ما با چشمان غیر مسلح به سوی آفتاب نبینیم. این خود حالت عادی هم باید ما با آفتاب با چشمای غیر مسلح نبینیم، چون دفتر ما چشم ما با اشعاعات با مقدار زیادی از اشعاعات مواجه میشه که او خطر برای حجرات چشم واقع میشه. خود آفتاب گرفتگی بخشای مختلف خود داره یا نه؟ دقیق ما پیشتر گفتیم که آفتاب گرفتگی چون حرکت دورانی مهتاب به دور زمین یک حرکت، یعنی به مدار بیضوی حرکت میکنه. مدار بیضوی طوری است که دو قطب داره، ما میبینیم مدار بیضوی. وقتی که یک وقت حالت میشه که زمین مهتاب نزدیکتر به زمین میباشه، وقتی که نزدیکتر به زمین باشه در اینجا وقتی که آفتاب گرفتگی صورت میگیره آفتاب گرفتگی معمولا کامل میباشه چون نزدیک میباشه. ما وقتی مثلا دست در اینجا بگیریم نزدیکتر بگیریم لایت ما بخیر گرفته میتونه، وقتی دورتر شد یک آفتاب گرفتگی میشه که به صورت مکمل آفتاب حلقه نمیشه، ولی یک حلقه بسیار کوچکش میمانه مثلا به شکل انگشتر. یعنی یک آفتاب گرفتگی کامل است، یک آفتاب گرفتگی است که یک انگشتر و یک شکل میمانه و یک هم آفتاب گرفتگی قسمی است. یه انواع مختلفی بسیار خوب برای عام مردم مطمئنا قابل تشخیص نیست. برای کسایی که منجم و فیزیکدان هستند چگونه قابل رؤیت و قابل تشخیص است؟ دقیق این آفتاب گرفتگی که معمولا ما توسط وسایل مختلف ما میتونیم آفتاب گرفتگی رو ببینیم. مثلا یک وسیلش تلسکوپ است، ما فیلترهای آفتابی داریم، این رو وصل میکنیم، باز به صورت بسیار عادی ما میتونیم آفتاب گرفتگی رو ببینیم و حتی تشخیص کنیم که کدام رقم آفتاب گرفتگی است. آفتاب گرفتگی است که مثلا کامل نیست، آفتاب گرفتگی است که کامل است، همش تشخیص میشه. یا میتونیم از آینه‌های آفتابی استفاده کنیم، یا میتونیم از اون وسیله ای که ولدنکارا استفاده میکنیم اون رو بگیریم و مفتاب از اون تشخیص میشه. یا کاغذ سوراخ کنیم، سوراخ بسیار حلقوی ماهرانه، اون رو تشکیل شود از سطح زمین. ما میتونیم از بده ایجا به سطح زمین سعی کنیم یافته و گرفته گیر مشخص. یعنی با وسایل ابتدایی هم قابل رویت و تشخیص هست دیگه؟ دقیق، دقیق، کاملا.
و خدا رو شکر که ما این تلسکوپ داریم که در ماه رمضان به خاطر رؤیت هلال ما منتظر میمونیم که کشورهای مثل عربستان چه وقت اعلام میکنند که رمضان است یا نه. خوب است که ما تلسکوپ داریم. فردا هم قرار است آفتاب گرفتگی با وقوع بپیونده. گفتنی شما برای مردم چیست؟ چه باید بکنند؟ فردا ساعت 7:24 آفتاب گرفتگی، 7 ابدا دقیقه آفتاب گرفتگی شروع میشه از صبح، به ساعت 8:40 آفتاب گرفتگی به موحد اعظمیش میرسه، البته برای ما شما قسمی قابل رؤیت است، و ساعت 9:24 به این تایما ای آفتاب گرفتگی خلاص میشه. این آفتاب گرفتگی در کشورهای عربستان سعودی، عمان، قسمت های هند جنوبی و اندونزیا یک قسمتش، اینجا آفتاب گرفتگی کامل است و در ممالک ما، ممالک مثلا استرالیا و ممالک آفریقایی مهتاب گرفتگی قسمی است، یعنی سایه نسبتا روشنتر رو میشه، یعنی ما مهتاب آفتاب کم زرش یک شنگش میبینیم که گرفته میباشه توسط مهتاب. منظورتان از ما در افغانستان است دیگه؟ بله، ما آفتاب درست. گرفتگی قسمی رو میبینیم. خب چه هر تدابیر نیاز است جناب اسپینغر برای ما که میبینیم جدا از پوشیدن عینک؟ بله، ما هر آفتاب گرفتگی یک مسیر مشخص می داشته باشه، یعنی مسیری که در مسیری که این آفتاب گرفتگی صورت می گیره، آفتاب گرفتگی مطلق یا کامل در او مملکت ما شامل نیست، یعنی ما قسمی می بینیم. ما فقط می تونیم عینک آفتابی را استعمال کنیم، روبروی سعی نکنیم به صورت مستقیم، گرچند در جریان طلوع آفتاب ضعیف می باشه می تونیم سعی کنیم، اما خوب است که از تدابیر استفاده کنیم، مثلا ما فیلترهای را استفاده کنیم یا عینکهای آفتابی را استفاده کنیم، و یا هم همون مسئله ولنگ که ولنگ کارا داره بله یک چی است میگیرن بله بله خب برای عام مردم قابل دسترس نیست، اما عینک های عادی که هست دیگه. برای عام مردم یک کاغذ ما گفتم که سوراخ کنیم بله آفتاب بگیرن، بله تصویر دیجه تشکیل میشه، درست تصویر است که میتونن رو ببینه که محتاب دیجه حلقیش ناتکمیل است. بخیر و سلامت باشین. گفتنی خاص اگر مانده باشه دوربین در اختیارتان است. بله، فردا ساعت 7 ما در تپه کارتیناو ایونت تدویر میکنیم، و دوستا و علاقمندایی که میخواین اشتراک کنن بیان ببینن و آفتاب گرفتگی را از نزدیک ببینن. انشالله خواهیم آمد. بخیر و سلامت بخیر. باشین. بخیر باشه.